اگه دوست دارید درباره زندگی توی دبی بدونید و بدونید کشور امارات به چه صورته، تا آخر ویدیو همراه من باشید. دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. امروز در خدمت آقای پدرام عزیز از دبی هستیم. ایشون جهانگرد هستن و به کشورهای مختلف سر میزنن ولی بیشتر توی دبی زندگی میکنن. میخوایم توی ویدیو ازشون یه مصاحبه داشته باشیم و در مورد این کشور و شهر دبی، شرایط زندگی اونجا به چه صورته و یه سری سوالات ازشون پرسیده بشه و بهتون جواباشون رو بدیم. آقا پدرام در خدمت شما هستی. سلام و عرض ادب خدمت شایان عزیز. ممنونم از شما، ممنون از اینکه من رو دعوت کردین. اول یه اجازه بدین یه سلامی کنم خدمت مخاطبان کانال ریویل شو و خودم رو هم معرفی کنم. من پدرام هستم، 37 سالمه و در کشور امارات شهر دبی زندگی میکنم. در خدمتتون هستم، بزرگوارید. اولین سوالی که میخوام بپرسم و از خیلی از دوستان میپرسم، شما چند ساله توی دبی هستید یا چند وقت اونجا هستید؟ اطلاعاتون در زمینه اونجا به چه صورته؟ اینو لطفا به اون بگید که برم سوالای بعدی و سوالای جذاب داریم که شاید دوستان بخوام بدونن. شایان جان، من حدود 10 سال هستش که خب توی کشور امارات شهر دبی در اصل رفت آمد دارم و به قولی به صورت طولانی مدت اونجا زندگی کردم و زندگی میکنم. خدمت شما عرض بشم که خب این به دو قسمته. اول 3 سال ابتدایی رو چون من قبل از اینکه وارد امارات بشم توی در اصل مراوده تجاری با کشور چین داشتم و بعد از یه مدتی خب تصمیم گرفتم که بیام این سمت کشورهای در از عربی حاشیه خلیج فارس ببینم شرایط اونجا به چه صورته. در ابتدا به صورت توریستی رفتم امارات و مخصوصا شهر دبی که دیگه به قولی بیزینسی ترین شهر و گل سرسبد امارات هستش و اونجا خب چون نگاه تجاری داشتم از قبل در رابطه بحث صادرات واردات کالا، گفتم ببینم بازار اونجا به چه صورت هست. وقتی که بازار امارات مخصوصا شهر دبی رو سنجیدم، دیدم که خب کلن امارات مخصوصا شهر دبی شهر پرپتانسیلیه و من میتونم این شهر رو انتخاب بکنم. بعد از اینکه خب یه تحقیقاتی در رابطه امارات کردم و دیدم که نمیشه یه حرکتایی توی این در از شهر زد، دیگه به فکر موندن به صورت طولانی مدت در اصل به سر من زدش. و ولی من هیچ وقت اقامت در اصل چجوری بگم اقامت طولانی مدت، چون اونجا اگر انا داشته باشید هیچ کس در امارات، کسایی که مهاجر هستن چه حالا ایرانی چه افغانستانی و حتی ملیت‌های دیگه، هیچ وقت شهروندی یا اقامت طولانی مدت اونجا ندارن. هی باید این اقامت موقت هستش و تمدید میشه. خدمت شما عرض بشم که خب من هم مثل بقیه دوستان اقدام کردم، اول برای در اصل بحث ویزای کوتاه مدت که ویزای در اصل توریستی به حساب میاد، عمدتا مثلا 2 هفته هستش، 1 ماه هستش. ویزا رو یه مقداری طولانی تر کردم و به صورت ویزای طولانی در از توی امارات اقامت دارم. ولی به خاطر اینکه چون من یه نیمچه بحث جهانگردی هم دارم، حالا من که به اساتید جهانگردی اصلا به پای اون عزیزان نمیرسم، ولی چون یه کوچولویی به قولی دستی بر آتش این مسئله دارم، خب نمیخواستم خودم رو محدود بکنم چه از نظر بحث مالی و چه از نظر بحث مکانی، چون من دائم دوست دارم تو کشورهای مختلف برم، اونجا رو تجربه کنم، زندگی کنم، حتی اگر بشه کار بکنم و این برام جذاب بود. نمیخواستم خودم رو درگیر بحثای در اصل اقامتی
امارات بکنم. به خاطر همین من تو این تایم 7 ساله‌ای که به پیوست اون 3 سال میشه 10 سال، همین ویزاهای طولانی مدت میگرفتم و اونجا زندگی میکردم. و یه مورد دیگه هم خدمت عزیزانی که به صورت خانواده هستن و میخوام مهاجرت بکنن، حالا تو ذهنشون آپشن‌های مختلفی از کشورهای مختلف هستش و هی از خودشون سوال میکنن مثلا بریم اروپا، بریم کانادا، بریم مثلا استرالیا، بریم آمریکا، بریم یا بریم کشور در از حاشیه خلیج فارس، کشور عربی. ببینید، اگر شما هدفمند میخواین زندگی بکنید و هدفتون از زندگی در این کشورها گرفتن پاسپورت شهروندی و اینکه یک پاسپورت قوی داشته باشید که به راحتی بتونید در از به کشورهای مختلف جهان سفر کنید، این رو باید خدمتتون عرض بکنم که کشورهای عربی، نه فقط امارات، کشورهای عربی خیلی گزینه خوب و مناسبی برای این اتفاق نیستند. و قطعا شما سالهای سالم که تو امارات باشید متاسفانه نمیتونید شهروندی و پاسپورت اینجا رو دریافت بکنید. یه سوالی که در امارات من هر کشوری میپرسم اینه که اولین باری که وارد اون کشور شدید چه چیزهایی واسهتون جالب بود و چه چیزهایی واسهتون عجیب بود؟ اینو میتونید مطرح کنید در مقایسه با ایران، در مقایسه با اگه ترکیه اومده ترکیه. خب شاهین جان، سوال خیلی خوبی پرسیدی، به خاطر اینکه امارات که مقصد من بود و مخصوصا شهر دبی، زمین تا آسمون با ایران فرق داره، اصلا قابل قیاس با ایران نیست. ایران یه کشوری هستش که خیلی حالت در اصل هیستوری، خیلی حالت تاریخی، خیلی حالت به قولی مدرنیته آنچنانی نداره، ولی وقتی شما وارد کشور امارات میشین وارد دنیای مدرن میشید. یعنی مدرنیته ترین کشوری که در اصل وجود داره میتونم بگم اماراته و مدرن ترین شهر شهر دبی هستش. این جذابیت بحث مدرنیته به کنار، بحث قانون، نظم، نظم عجیب و غریب، نظمی که خیلی محکمه و از همه جالبتر اینه که این تنوع نژادی رو تونسته در کنار هم نگه داره و جمع کنه و یه نظمی و یه ساماندهی رو بده. و این واسه آدم جالبه که خب شما تصور کنید که یه در اصل، حالا اگر دوستان بدونن، کشور امارات، کل کشور امارات با 7 شهرش از کل تهران کوچیک‌تره، از کل شهر تهران کوچیک‌تره. به خاطر همین باز هم با اون که در اصل دبی جز کلان شهر به حساب میاد نسبت به بقیه شهرها، شما وقتی میری اونجا اون نظم و اون رانندگی و قوانین خیلی محکم ولی محترمانه و همه چی در کنار هم داره روتین میره، در کنار مدرنیته عجیب و غریب و همه این موارد شما رو جذب میکنه و میگه واو این چه شهریه واقعا. این که مردم جهان میگن میشه مقایسه کرد در از دبی رو، شهر دبی رو با چند تا از شهرهای خوب جهان، مثلا حالا اینجا اگه بگم بحث کشور میاد وسط، مثلا شما میتونید شهر دبی رو با مثلا یک کشوری مثل سنگاپور مقایسه بکنید، یا حتی مثلا لول لایف استایل و بحث زندگی رو میتونید با نیویورک امریکا مقایسه کنید. به خاطر همین این مواردش واقعا جذاب هستش بر من، بر من که این شکلی بود. فقط من یه نکته هم اضافه بکنم پیرو همین صحبتی که کردم، یکی از چیزهای جالب و عجیبی که برای من خیلی جذاب بود بحث تمیزی در اصل شهر دبی بود. حالا شهرهای دیگه به اون صورت اونقدر تمیز نیستن تو امارات، ولی شهر دبی واقعا جز تمیزترین شهرها هستش. خب سوال بعدیم اینه که شرایط اونجا به چه صورته؟ مثلا کسی بخواد اونجا خونه بگیره و تازه اومده اونجا یا میخواد بیاد به اونجا واسه زندگی، و از چه طریقهایی میتونه خونه اجاره کنه، چه سایت هایی هست، یا باید حتما از طریق مشاوره املاک اقدام کنه؟ اینو یه توضیح بدید بی‌زحمت که به چه صورت این قضیهش و هزینه هاش چطور میتونه باشه، چه هزینه اجارهش، چه هزینه کمیسیون املاکی که ترکیه حالا یه مبلغی هزینه میگیرن در از یه اجاره، دو تا دپوزیت میگیرن دیگه، به این صورت میرن زندگیشون رو شروع میکنن. حالا اونجا به چه صورته؟ من تو ویدیو مال کامل درباره اجاره اینجا صحبت کردم،
الان بحث اون برای میخوایم بدونیم. خب شایان جان، در رابطه بحث خونه پیدا کردن و بحث اجاره خونه، این شکلی خدمتتون عرض کنم که تو امارات مخصوصا شهر دبی پیدا کردن خونه کار آنچنان سخت و پیچیده ای نیست، حالا برخلاف بعضی از کشورها به قولی سخت میگیرن به مهاجرین یا به قولی خونه کم پیدا میشه مثل کشور اروپایی، بعضی از کشور اروپایی، امارات اینجایی نیست. برخلاف اونها تازه خونه خالی خیلی زیاد هستش. شاید مثلا اگه براتون بخوام این مثال ساده بزنم، تو بعضی از مناطق دبی مثلا ما یه دفعه 2900 تا 3000 تا مثلا خونه خالی آماده خالی داریم و یه همچین عدد بزرگی هستش که خدمت شما عرض کنم شما نگرانی بر بحث پیدا کردن خونه نداریم. من به صورت کلی در رابطه بحث خونه بخوام توضیح خدمتتون بدم، شما میتونید از چند سایت و اپ موبایل، یعنی این هم سایت در از اینترنتی داره و هم اپ موبایل هست، از هر دو میتونید اقدام بکنید و برای بحث در از پیدا کردن خونه، اجاره خونه، حتی خرید خونه این کار رو انجام بدید. ولی در رابطه بحث اینکه آیا شرکت هایی هستند که این کار رو انجام بدن، بله 100% شرکت هایی هستند که این خدمات رو میدن. یکی از بزرگترین شرکت‌هاش خب شرکت امار هستش، یا یه شرکت دیگه ای داریم به نام داماک. اینا همه شرکت‌هایی هستن که هم پروژه ساختمونی ارائه میدن، میفروشن، هم برای بحث اجاره. و هر چقدر خب تعداد اتاقا بیشتر بشه، در از قیمت خونه بالاتر میره. و بحث دپوزیت رو هم بله دپوزیت رو هم دارن، ولی بعضی از ساختمون هایی که نوسازن و مخصوصا تو برج ها هستن یا تو حالت یه ساختمونی که از نظر عرض خیلی عریضه و از نظر ارتفاع خیلی کوتاهه، مثلا میبینید در 4 طبقه است ولی از طریق عرض خیلی در عرض عریض و بزرگ هسته. من فقط یه نکته دیگر هم در رابطه بحث اجاره خونه تو منطقه دیره، که حالا مناطق مختلفی داره مثل رقه، مرقبات و امثال اینا هستش، مثلا یه خونه استادیویی که حدوداً مثلا 38 متر باشه، یعنی استادیو، این اتاق رو در اصل دیگه در نظر نگیرید، اتاقی وجود نداره، یه چیزی به صورت سالیانه 28 تا 30 هزار درهم شما حدودی باید در نظر داشته باشید که تقسیم بر 12 ماه بکنید، حالا معلوم حضور ذهن ندارم چقدر میشه، در اجاره در اصل ماهیانش میشه. خدمت شما عرض کنم مثلا برای همچین خونه دپوزیتش حدوداً مثلا بین 2 تا 3 هزار درهم در میاد، دپوزیتی که دریافت میکنن. و اونجا هم فکر میکنم مثل ترکیه بحث آب و برق و گاز رو هم باید وصل کنی، حتما بری وصل کنی، حدوداً یه عددی بین 3 تا 4 هزار درهم، میگم اینها رو حدودی عرض میکنم، 3 تا 4 هزار درهم هم هزینه وصل کردن اونها میشه. حالا قبض آب و برق و بحث گاز به قولی جدا هستش. حالا بعضی از مناطق که عمدتا نوساز هستن به صورت لوله کشی گاز دارن، ولی مناطقی که قدیمی ترن، خونه های قدیمی تر، هنوز که هنوز از سیستم این گازهای کپسولی استفاده میکنن و میبینید که داخل خونه یه گاز کپسولی هستش که وصلش کردن به گاز و امثال اینا. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم در رابطه هزینه ها، حالا چون بحث خونه که هزینه اجاره پیش میاد، این هزینه های کناریش هم هست، حالا هزینه درس آب و برق و نمیدونم گاز و اینا، حدوداً مثلا یه چیزی بین 900 تا 1000 و مثلا 200 درهمی شما باید برای اینها در نظر داشته باشید. من خودم تجربه در اصل این تیپ خونه ها رو داشتم که شما میتونید حالت اشتراکی هم در اصل این خونه ها رو اجاره کنید، چند نفر بشید و این اجاره شیر شه. ولی چون شخصا آدم تنبلی هستم از این بابت که خیلی آنچنان وقتم نمی کنم که بخوام خونه تمیز کنم و امثال اینها، ترجیح دادم که خودم رو عرض میکنم، ترجیح دادم که برم سمت در اصل آپارتمانی که حالت پرایوت روم باشه، شیر باشه و حالت پرایوت روم باشه. چون ما هاستل هم داریم که شیر هست، ولی توی بحث هاستل در اصل
اون حریم خصوصی وجود نداره. توی خونه های پرایوت روم خب خیلی چیزا شیر هستش، ولی اتاق کاملا مجزاست و پرایوت، که خود منم تو ویدیوام توضیح دادم در رابطه این اتاق ها که به چه صورت هست. برای میانگین حالا بستگی به نوع فصل داره، چون تو امارات فصل سفر هم مهمه، ولی به صورت کلی اگر بخوام بگم یه همچین اتاق هایی که عمدتا دو تیپ دارن در اصل برای افرادی که حالا سینگلن یا کاپل هستن مجرد یا مثلا یه پارتنری دارن، به صورت ماهانه از 1500 1600 1700 درهم هست. حالا بسته به نوع فصل، یه موقع است مثلا تو ماه رمضان شما میره قیمت خیلی ارزون تره، قیمت هتل ها هم ارزون تره. یه موقع هستش که شما مراجعتون تو تایمی مثل ژانویه هست قیمت بسیار بالا هست. حالا یه موقعی مثلا شبی، اگر این شکلی هم بگم فکر کنم برای دوستان قابل درک‌تر باشه، که شبی 90 تا 100 درهم قیمت این اتاق ها در از بالا میره. یعنی از شبی 50 درهم 55 درهم شما بگیرید تا شبی 90 تا 100 درهم برای منطقه تقریبا خوبی مثل المشرق که تقریبا نزدیک به مول امارات هست، تقریبا منطقه خوبی به حساب میاد. نه خیلی عالی هستش نه خیلی در از بد هستش. حالا بد که در اصل مثل دیره، منطقه دیره یا منطقه در اصل بنیاس و حیات رجنسی اینا نیست، منطقه ای که قابل قبوله. شرط کار کردن اونجا به چه صورتی؟ یعنی یه شخص میتونه به صورت قاچاقی بیاد اونجا کار بکنه یا باید حتما اونجا یه سری مراحل پیش ببره؟ کار سیاه میتونه انجام بده در اصل منظور اینه، یا باید حتما از یه پروسه قانونی رد بشه؟ و این مراحلش به چه صورته؟ سخت آسونه؟ اینم یه توضیح کامل بدید ممنون میشم، چون سوال خیلی هست توی ترکیه مخصوصا این قضیه خیلی مهمه و دوستان میخوان شرکت ثبت بکنن، شرایط اینجا سخت‌تره و ممکنه اذیت بشن. یک پیشنهادی رو میتونم خیلی صادقانه به دوستان عزیز ایرانی بدم. ببینید، اگر تخصصی دارید، تخصص خاصی دارید، درسته من جلوتر اعلام کردم که به ایرانی ها جاب آفر نمیدن، مگر اینکه یک استثنایی وجود داره، مگر اینکه شما یک تخصص بسیار ویژه‌ای دارید. حالا اگر پزشک هستید اونم نه هر پزشکی، یه متخصص، یه جراح، حالا توی مثلا حوزه کودکان توی یک رشته بیماری خاص، یا مثلا فرض مثال یک دندان پزشک قابلی هستید که لایسنس های بین المللی دارید، یا یک مهندسی هستید که در از آپشن ویژه‌ای دارید و اونها نیاز به شما دارن. و یک نکته ای رو به دوستان عزیز که رشته آیتی خوندن و درس کار کامپیوتر و آیتی انجام میدن این نوید رو بدم که کشور امارات مخصوصا شهر دبی تشنه بحث آیتی هستش و خیلی جذب میکنه. افراد زیادی، آیتی منهای زیادی هستن که اقدام میکنن، اپلای میکنن و میان امارات و کار انجام میدن و هم برای کار هم برای زندگی و درآمدهای خوبی دارن. اگر شما تو حوزه رشته آیتی تخصص ویژه‌ای دارید، کد نویسی عجیب و غریبی رو بلدید، در تو این حوزه آدم خاصی هستید، قطعا میتونید با شرکت‌های حالا اماراتی و شرکت‌های بین‌المللی که تو امارات و شهر دبی هستن کانتکت بکنید. کانتکتش هم بسیار ساده است، یا از طریق ایمیل یا از طریق شماره‌های واتساپ، چون اونجا بیشتر کارا با واتساپ انجام میشه، کانکت بکنید. سی وی یا همون رزومتون رو در اصل به صورت استانداردی که امارات میخواد، که خیلی راحت هم میتونید، تمام دنیا اومدن در رابطه سی وی مخصوصشون که امارات چه چیزایی مد نظرش هست ویدیو ساختن توی یوتیوب، میتونید فقط کافیه بزنید دبی سی وی، براتون هزاران ویدیو میاد و بهتون آموزش میده که چجوری سی وی تون رو بنویسید. سی وی تون رو بنویسید، آماده کنید، در از براشون بفرستید به صورت حالا یا از طریق واتساپ یا از طریق ایمیل که به صورت رسمی هست، یا اگر دیگه خیلی میخواید به صورت عملی این رو انجام بدید، میتونید از سی وی تون پرینت بگیرید و چندین سی وی پرینت شده رو حضوری برید به دست منیجرهای اون شرکت برید، یا مصاحبه ای داشته باشید و منتظر باشید ببینید که چه جوابی رو به شما میدن. این از این. ببینید، در رابطه عزیزان و دوستانی که در اصل تخصص و لایسنسی ندارند، خدمت شما عرض کنم فقط خودشون رو این دوستان اذیت میکنن، چون
کشور امارات بسیار کشور پرپتانسیلیه، چون از نظر بحث بیزینس، بحث توزیع کالا، بحث در اصل هم از نظر بحث دریایی هم از نظر بحث هوایی، شاهراه ارسال کالا هست، شاهراه تجارت جهانی هستش و به اندازه کافی از کشورهای دیگه مخصوصا از هند، در از فیلیپین و جاهای مختلف کارگر وجود داره و قطعا اینو نیازی به کارگر به اون صورت ندارن، مخصوصا اینکه بحثای ویزا و اقامت و اینها و اینکه اون مردم اونجا مخصوصا هندی ها که خیلی کثرت دارن، زبان انگلیسی جزی از زبان مادر لنگویجشون هست، زبان رسمیشون هست و خیلی راحت زبان انگلیسی صحبت میکنن و دیگه اماراتی ها اونقدر دغدغه‌ای ندارن که بخوان شما رو استخدام کنن، فقط شما میاید اینجا و یه هزینه سنگینی رو متقبل میشید و متاسفانه برمیگردید، ناامیدانه برمیگردید کشورتون. در رابطه بحث عزیزانی که میخوان از طریق ثبت شرکت در اصل وارد بشن و یه پولی دارن برای سرمایه گذاری، خیلی دقت بکنید، قبلش تحقیق کنید. به نظر من اول به عنوان توریستی ویزای 3 ماهه بگیرید و بیاید امارات، قشنگ بچرخید، شرکت ها رو بچرخید، هزینه ها رو بسنجید، ببینید اینجا هزینه ها و هزینه های زندگی، هزینه های کار، هزینه های ران کردن شغل و خدمت شما عرض کنم، هزینه های تمدید اونها اصلا چیز کمی نیست، زندگی تو اینجا بسیار گرون هستش، هزینه ها بسیار بالا هستش و شما قطعا باید موفق باشید تا بتونید از پس این هزینه ها برایید، یعنی درآمد های بسیار خوب داشته باشید که بتونید این کار رو انجام بدید. بله، شرکت های ایرانی هستن که در اصل حتی گروهی چند نفر اومدن اینجا شرکت زدن، حالا با اون آپشن هایی که توضیح دادم به صورت مختصر اومدن شرکت زدن، دارن کار میکنن، ارتباط بین المللی دارن و این دبی هم، کشور امارات و شهر دبی هم در اصل یه شاهرایی هستش برای این ارتباطشون، خب چون کانتکت های مالی دارن. ما برای ایرانی ها 2 راه برای بحث اقامتشون وجود داره. متاسفانه اول این رو تو پرانتز اشاره کنم بعد برم سر این موضوع. یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی که ایرانی‌ها در امارات دارن اینه که به ایرانی‌ها اجازه کار یا همون اصطلاحاً جاب آفر داده نمیشه. حالا این شاید پشتش دلایل مثلا سیاسی باشه، شاید پشتش دلایل اقامتی باشه یا هر چیز دیگه، من خیلی دقیق این رو نمیدونم، ولی این مسئله متاسفانه وجود داره و خیلی از مردم ایران علاقه دارن بیان یا تو شرکت‌های در اصل اماراتی یا حتی تو شرکت‌های بین‌المللی تو امارات، شهر دبی یا شهرهای دیگه این کشور کار بکنن و زندگی بکنن، ولی به خاطر اینکه جاب آفر و اینکه اقدام برای در از گرفتن ویزای کار و اقامت کار انجام نمیشه، مردم ایران از این مسئله محرومن. به خاطر همین مردم ایران مجبورن رو بیارن به سمت 2 تا مورد. مورد اول بحث اقامت از طریق ثبت شرکت هستش که ثبت شرکت الان نمی گنجه ویدیومون که توضیحات به قولی تخصصی داره، من هم اونقدر توی این مسئله متخصص نیستم که بخوام توضیح بدم، ولی در کل میتونم بگم ما 2 نوع شرکت کلی داریم، ثبت شرکت کلی داریم، یکی LLC هستش، یکی هم بحث سیویل هست، حالا با محدودیت محدود، با محدودیت کامل و بحث اینکه کفیل داشته باشه و نداشته باشه. حالا عزیزانی که توی این حوزه فعالیت دارن مثل دست آژانس های گرفتن مهاجرت و اینها توی بحث امارات میتونن توضیحات بهتری به شما بدن، ولی در کل این 2 تا راه وجود داره برای ایرانیان عزیز که اقدام کنن برای بحث اخذ اقامت و اقامت ها به صورت موقت هست. یکی ثبت شرکته که با ثبت شرکت شما یه بیزینس، یه کاری رو در اصل ران میکنید، حالا اقامت 2 یا 3 ساله میدن و روی این امارات آیدی کارتی که برای شما صادر میشه اون شرکتی که شما ثبت کردین نوشته شده و در اصل تاریخ اعتبار داره و تاریخ انقضا داره که شما تو اون تایم بر طبق اون اقامت میتونید توی امارات زندگی و کار بکنید و بعد از در اصل نزدیک انقضاش باید برید مجدد هزینه بکنید و در اصل اون اقامتتون رو
تمدید بکنید. خدمت شما عرض بشم که یک راه دیگه هم وجود داره برای بحث اقامت، بحث خرید ملک هستش، نه فقط برای ایرانی ها، برای خیلی از کشورهای دیگه هم، مردم کشورهای دیگه هم این مسئله وجود داره. بحث خرید ملک، مینیموم قیمتی که هستش از 750 هزار درهم. خب ما قبلا یه صحبتهایی اگر خاطرتون باشه تو امارات خونه های 99 ساله بود که میگفتن مردم میرن خونه های 99 ساله میخریدن و یه مشکلاتی برپا خوردن، ولی خب این قوانین آپدیت شده، حالا این خونه های 99 ساله هم هستش ولی خب میتونه ارثیه برسه، ولی خونه هایی هم هستش که کلن سندش و مالکیتش به شما داده میشه و امثال اینها از 750 هزار درهم شروع میشه که روش میتونید اقامت برای خودتون و خانوادتون و بچه هاتون زیر 18 سال بگیرید. اقامت در از حالا چندین ساله هستش، 5 ساله هستش، 10 ساله طلایی هستش که شما میتونید از این آپشن ها استفاده بکنید. که حالا و اگر افرادی رو، اگر عزیزانی هستن که تو این حوزه فعالیت دارن میتونن بیان حالا یا کامنت بذارن توضیح بدن یا بیان با خود شما مصاحبه ای داشته باشن و توضیح بدن که دقیق به چه صورته، ولی این دوراهیه که ایرانی های عزیز میتونن در از اقامت بگیرن، اقامت موقت. و این رو هم بگم، اقامت به معنی شهروندی نیست، اقامت فقط یک مجوزیه برای زندگی و کار برای شما در کشور امارات و مخصوصا شهر دبی. تو کانال یوتیوب و تو اینستاگرام من عزیزانی که سوال‌های زیادی میپرسن، بهتر بگم سوال‌های پرتکرار این عزیزان، بیشتر در رابطه پیدا کردن شغل هستش، در رابطه بحث اقامت هستش، اینکه چه جوری میتونن از امارات به ایران یا حتی به کشورهای دیگه مثلا بحث واردات یا صادرات انجام بدن، بیشتر واردات که بتونن کالا بخرن و در از وارد کشوری مثل ایران بکنن و از طریق اون یه بیزینس ران کنن. ببینید، من در رابطه این سوال باید خدمت شما عزیزان عرض کنم، اگر میخواین تجارت ران بکنید، من توضیحاتش رو جلوتر دادم که خب اونا رو گوش کنید دقیقا جوابتون رو پیدا خواهید کرد، ولی در رابطه بحث این که اگر شما در ایران هستید ولی میخواید یه بیزینسی ران کنید و اصلا قرارم نیست توی در امارات زندگی کنید، برای گزینه بسیار خوبی هستش اگر پول اشبایی دارید یا پولی دارید که در اصل میتونید اون رو سرمایه گذاری کنید. اونم به نظر من، حالا ما توی ویدیوهامون توضیح دادیم این رو که من در آخر بهتون توضیح میدم، خدمت شما عرض بشم، اگر پول اشبایی دارید که میتونید یه بیزینس ران کنید برای بحث واردات کالا، چرا که نبیاد اول بازار رو توی امارات در شهر دبی بسنجید، ببینید کالاها با ارز فعلی امارات، ارز حواله‌ای به چه صورت هست، چقدر برای شما از خرید کالا تا حملش از کشورهای عربی مثل امارات به جنوب ایران و از جنوب ایران به شهری که شما هستید، بحث سوددهی، اون حاشیه سودی که شما میخواید بکشید روی اون محصول، و بحث و در آخر هم بحث این که این کالایی که شما آوردین قطعا باید در بازار ایران رقابتی باشه و الا اگر نتونید رقابت بکنید و قیمت رو پایین تر بدین قطعا باز هم بازنده خواهید شد. ولی در کل این بحث واردات بحث جذابی هستش و افراد زیادی هم هستن که در امارات دارن این فعالیت رو انجام میدن و کالا ارسال میکنن، افرادی هستن که در ایران دارن کالا میخرن و وارد از امارات وارد ایران میکنن و بیزینس خودشون رو دارن، راحتی میتونن توی امارات شهر دبی حساب باز بکنن و دغدغه ای ندارن. اگر یک پول اضافه ای دارید، یک خلاقیت بیزینس خاصی دارید که میتونید اینجا ارائه بدید، بله تشریف بیارید امارات و از این آپشن ها استفاده بکنید. ولی اگر مثلا کار ویژه‌ای بلد نیستید، من برای مثال عرض میکنم، یه عزیزی اومده بود از من میپرسید که من مثلا توی ایران فرض مثلا یه تولیدی دارم و دیزاینرم هستم تو بحث لباس و پوشاک و اینا، میخوام بیام و اونجا کار را بندازم. ازش پرسیدم خب شما چه لباسایی تولید میکنید؟ مثلا میگفت لباسایی که بیشتر عرف هست در جامعه ایران. خب گفتم این لباسا خیلی کارآمد نیست تو جامعه درس اینترنشنالی مثل امارات، و اینکه شما وقتی بیای اونجا رقیب های سرسختی دارید مثل شرکت های اروپایی، شرکت های چینی، شرکت های در از
هندی و امثال اینها انقدر رقابت سنگین و رقابت قدرتمنده که شما ممکن اصلا جا بمونید از این رقابت و خدای نکرده برشکست بشید. عزیزانی هستند که تو امارات، عزیزان ایرانی هستند که با ثبت شرکت پولایی آوردن چند میلیاردی، شرکت باز کردن و متاسفانه نتونستن موفق شن و به قولی حالا به اصطلاح ما خود ایرانی ها دست از پا دراستر برگشتن کشورشون، یعنی اون میلیاردی که آوردن ثبت شرکت کردن، چون ثبت شرکت هم دیگه کمترین عددش مثلا از 10,000 درهم حالا به بالا شروع میشه بستگی به نوع اون ثبت. خدمت شما عرض بکنم که و هزینه های تمدیدش بسیار بالاست، یه موقعی نتونستن این کار رو رام بکنن و در اصل اون شرکتی که در اصل ایجاد کردن سودده نبوده و کاملا برشکست شدن و صفر برگشتن ایران، در حد اینکه مثلا یه بلیط تونستن بخرن و برگردن ایران. خیلی با دقت تحقیق کنید، قطعا بیاید اینجا حضورم ببینید، رقباتون رو بسنجید. شما رقبای سختی دارید، رقبایی مثل چین، مثل مردم چین، واقعا رقبای هم سختی هن هم خطرناکن و خیلی سخت میشه با اینها رقابت کرد. اینها رو در نظر بگیرید و پیشنهاد من اینه که اول مطمئن شید از همه چی، بعد هزینه بکنید و بیاید داخل امارات. امارات میتونه هم آدم رو به اوج برسونه، هم میتونه شما رو در یک باطلاق و باطلاق عمیق فرو ببره. یکی از مهمترین قسمت ها توی مهاجرت این آرامش روانی و آرامش محیطی و توی محیط کار بالاخره میخوان امنیت شغلی داشته باشه شخص. کلا درباره امنیت اونجا یه صحبت بکنیم و آرامش اونجا، یعنی شخصی که اونجا کار میکنه با حقوقی که اون ماه داره اونجا دریافت میکنه میتونه زندگیشو خیلی خوبم نگیم اصلا به عنوان یه شخص عادی. ما بیشتر عام جامعه مد نظرمونه مرفه و بیدرد، خب مسئله ندارن، هر جایی برن راحتن هزینهش پرداخت میکنن. ولی کسی که با حتی اقل ترین یا کمترین بودجه دارن میان توی اونجا، اونا به چه صورته میتونن اونجا با یه حقوقی کسب میکنن آرامش و امنیت داشته باشن؟ ببینید اگه بخوام در ساده ترین حالت به شما پاسخ بدم، یکی از امن‌ترین شهرهای جهان دبی هستش و یکی از امن‌ترین کشورهای جهان هم اماراته. یعنی از نظر بحث امنیت، این رو فقط یه بحث کلیشه‌ای نیست که من بخوام به صورت کلیشه‌ای بگم بله مثلا اونجا امنه، همه مردم جهان میگن، مخصوصا خانم ها. میدونید که چقدر خانم ها روی این مسئله حساسن. شما اگر برید یه سرچ ساده بزنید، بیشتر خانم ها همیشه یه نگرانی تو بحث امنیت دارن و براشون امنیت خیلی مهمه. شما تو اروپا برید، تو امریکا برید، تو کانادا برید، خیلی از جاهای دنیا این بحث امنیت یه دغدغه است، مخصوصا برای خانم ها. خدمت شما عرض بشم که این دغدغه تو در از دبی کاملا حل شده است. خانم ها بسیار، وقتی خانم ها راضی هم بدونید که دیگه کاملا همه چی امن هستش و آرامش هم خب برقراره. آرامش شما، من تو این چند سالی که میرم و میام امارات و امارات هستم زندگی میکنم، صادقانه بگم تا حالا من صدای داد نشید، یعنی صدای فریاد و داد و مثلا چیزایی که ممکنه حتی خود شما که شایان جان توی ترکیه هستی ممکنه هر روز باش مواجه باشی، من نشنیدم و هیچ وقت تا حالا با چشمم، این رو قسم میخورم، هیچ وقت با چشمم تا حالا دعوا ندیدم تو امارات. حالا شهرهای دیگه امارات هم رفتم، هیچ وقت دعوا ندیدم، من ندیدم، یعنی تو این چند سال ندیدم مثلا دو نفر در از گلاویز بشن. اون هم به خاطر بحث امنیت هستش، به خاطر بحث قانون محکمی هستش که کشور امارات وضع کرده و خیلی سفت و محکم میگیره و مردمی که خب از کشورهای دیگه به صورت مهاجر میان با یه فرهنگ، با یک آداب و رسوم خاصی میان، ممکنه تو کشور خودشون این داستان ها خیلی مثلا عادی باشه اون چلنج هایی که اونجا دارن، ولی اون چلنج ها رو دیگه نمیتونن بیارن امارات، چون امارات واقعا تعارف نداره با کسی و خیلی راحت دیپورت میکنه و خیلی راحت اون درس ویزا و یا اجازه کاری که به اون شخص داده رو خیلی راحت باطل میکنه. در رابطه بحث کار و اینکه دستمزد به چه صورت هست، چون خب این سوال گسترده است جوابش، به خاطر اینکه ما اول باید
بحث شغل رو یه مقدار باز بکنیم، چون این بحث شغله برای بقیه ملیت‌های جهان متفاوته، برای ایرانی‌ها هم متفاوته، چون بقیه ملیت‌های جهان که در امارات هستن خب داستانشون فرق داره، به خاطر اینکه خیلی راحت یا جاب آفر گرفتن میان اونجا کار میکنن، یا اصلا شرکت‌هایی که توی اون کشورها هستن شرکت مادر، حالا میتونه شرکت اروپایی، آمریکایی، ژاپنی و امثال اینا، حتی مال در از خاورمیانه، سمت خاورمیانه مثل هندوستان و پاکستان و اینها، شرکت های اون تیپی باشن که اومدن توی در از کشور امارات، شهر دبی یه نمایندگی باز کردن و از پرسنلی که اونجا هستن اومدن و در از استقرار پیدا کردن توی دبی. به خاطر این مسئله خب خیلی دغدغه و نگرانی تو بحث شغل نیست، ولی بحث دستمزد ها یه مقدار خب متفاوت هستش. ببینید، من اگر بخوام صادقانه بگم، آنچنان برای مهاجرین و آنچنان برای مردمی که برای کار اومدن مخصوصا از کشورهای خیلی فقیر مثل هند، مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل فیلیپین، مثل اندونزی، این کشورهایی که واقعا در فقر به سر میبرن و میخوان از اون فلاکت فقری که تو کشور خودشون هست خارج بشن و بیان توی کشور حالا مدرنی، توی کشور مدرنی مثل امارات و مثلا شهر دبی اسکان پیدا بکنن و اونجا کار بکنن، حقوقا خیلی متفاوته. من اگر بخوام پایه حقوق یک کارگر رو خدمتتون عرض بکنم، از 2000 درهم استارت میخوره، ولی واقعا 2000 درهم رو لطفا دوستان به تومن حساب نکنن، شاید به تومن الان عدد عجیب و غریبی بشه، مخصوصا با درهم فعلی که داریم الان حدودا فکر کنم نزدیک 17000 تومان هستش درهم، حالا در حال حاضری که داریم با هم صحبت میکنیم این عدده شاید به تومان بزرگ نراد، ولی 2000 درهم انقدر تو امارات کمه که شما اصلا عادی ترین کار رو هم تو زندگیتون نمیتونی انجام بدید. چون الان شما بخواین یه دونه پرایوت رومی که خود من توی ویدیوام در اصل معرفی میکنم و نشون میدم به مخاطبین، بخواید اجاره کنید حداقل باید ماهانه 1500 تا 1600 درهم پول اجاره اون رو بدید. کسی که داره 2000 درهم حقوق میگیره در اصل هیچ منطقی وجود نداره. حالا اون 1500 تا رو بده با 500 درهم اصلا نمیتونه هزینه در از خورد و خوراک و هزینه های جانبی مثل در از حمل و نقل و این مسائلی که خب به اولویت هم هستش رو پرداخت بکنه. به خاطر همین مورد بیشتر این ملیت ها و نژاد هایی که میان برای کارها، مخصوصا کارهای کارگری که با پایین ترین حقوق و دستمزد که 2000 درهم 2000-2500 درهم هستش، عمدتا تو شرایط بسیار بدی زندگی میکنن. یعنی شما مثلا توی اتاق تقریبا کوچیک میبینید مثلا 10-15 نفر دارن با هم حالت هاستلی زندگی میکنن، تختای رو هم، خیلی اتاق کره کثیف، و واقعا شرایطی که هست من بعید میدونم که ماها ایرانی ها بتونیم در از تحملش بکنیم. ولی خب امنیت شغلی وجود داره، ولی اون اگر شما لول در از پایینی داشته باشی تو سطح جامعه، یعنی کارگر باشی یا مثلا یک کارمند معمولی باشی، زندگی بسیار متوسطی و حتی رو به پایین خواهی داشت. ولی خب کارمندی که خب یه مقدار در از درآمدشون بالاتره، 5-6-7-10 هزار درهم به بالاتر دریافت میکنن و این عدد هرچی بالاتر میره زندگی بهتری دارن. عمدتا افرادی که در از کارمندن، کارمند خب بیشتر از قشر فیلیپینی، اندونزی، این تیپ ها، یا حتی نیجریه‌ای، سیاه‌پوستای نیجریه و آفریقا کار کارمندی رو انجام میدن، عمدتاً در اصل میتونن با اون حقوقی که دریافت میکنن مثلا یه زندگی که توی اتاقی یا توی آپارتمانی که حالت شیرینگ هست و اشتراکی هست بتونن اونجا زندگی بکنن. و الا اینکه تصور بکنید یه زندگی خیلی لاکچری و لوکسی رو در نظر داشته باشید برای اون افراد، نه، همچین چیزی نیست. ولی چرا مثلا کسایی هم هستن که
در از تو بازار هستن، کار بازاری انجام میدن یا شرکت دارن، کمپانی دارن، قطعا درآمدهای بالایی دارن، مثلا 100 هزار درهم 200 هزار درهم در ماه درآمد دارن یا حتی بالاتر. خب بستگی به اون نوع قشر و نژاد هم هست. یه ذره جلوتر عرض کردم اگر مثلا برای شرکت مادر، مثلا اون کسی که داره از آلمان میاد برای شرکت مادر خودش تو دبی کار میکنه یا از اروپا یا از امریکا میاد، قطعا درآمدی که دریافت میکنه مطابق استانداردهایی هستش که بتونه یه کوالیتی لایف تقریبا مناسبی تو دبی داشته باشه. ولی در کل بحث امنیت و آرامش و امنیت شغلی به صورت کلی در امارات وجود داره، مگر اینکه شما مثلا تخطی عجیب و غریبی بخواید انجام بدید. یه موردی هستش که کمتر من خودم مخصوصا تو اصلا پیجم صحبت نکردم، برای اولین بار میخوام این سوال انجام بدم ازتون بپرسم، یعنی این کار انجام بدم این سوال ازتون بپرسم که واقعا خیلی تو فیلم های قدیمی هم حتی فیلم های ایرانی هم اینو دیدیم که میگن دخترها رو میبرن توی دبی واسه عرضه مثلا سرویس های جنسی و موارد این چنینی که عرب ها هم عاشق دختره ایرانی هستن. همچین چیزی صحت داره؟ واقعا همچین چیزی ممکنه؟ توی خود ترکیهش هست همچین کارهایی، ولی خب هم خواسته است هم ناخواسته که یه سری افراد خب دوست دارن از این راه کسب درآمد بکنن. حالا قضاوت نمیخوایم بکنیم، ترجیح زندگی خودشونه، ولی خب یه سری اصلا ناخواسته از طریق یه سری افراد وارد این فضاها میشن. توی اونجا همچین چیزی هستش که واقعا توی رسانه ها میگن؟ تو ترکیه من خیلی این قضیه رو ندیدم و کسی اگه بوده به خواست خودش بیشتر بوده اینجا و خیلی قشر زیادی نیست، قشر آدم های سالم اینجا خیلی بیشتره. ولی خب میخوام اونجا به چه صورته؟ مرسی که این سوال رو پرسیدی شاین جان. در رابطه این سوال اجازه بده من این شایی توضیح بدم. ببینید این خب مسئله که شما مطرح کردین اولا خب ناراحت کننده هستش که این اتفاق در کل جهان رخ میده، مربوط به یه نژاد خاصی نیست، بحث در از اسکورت یا روابط جنسی یا به قولی قاچاق خانم هایی که در از یک کشور دیگه میارن کشور دیگری برای این ساپورت کردن این نوع خدمات. خب این ناراحت کننده است ولی در واقعیت وجود داره. خدمت شما عرض بشم، حالا اینکه شما در رابطه ایرانی ها پرسیدید، ایرانی ها هم به طب مستثنا از این داستان نیستن. خب قبلا این مسئله بوده ولی خب یه مقداری توش اغراق ایجاد شده. قبلا و بله یه چیزایی میگفتن که مثلا خانوم ها رو به بهانه در از بحث مدلینگ، قطعا موارد بوده چون خیلی از این یه عده‌ای از این افراد اومدن حالا به صورت خیلی زیرپوستی، حتی مصاحبه هایی هم داشتن که صورتشون معلوم نباشه و گفت صورتشون معلوم نبوده و گفتن که بله همچین داستانی هست. ببینید قبلا بوده، ولی اینکه توی سوالتون فرمودید که اعراب امارات عاشق دخترای ایرانی هن و مثلا خیلی این مسئله بلده، ببینید یه مقدار پیازداغش زیاد شده به نظرم و بله خانمای ایرانی و در اصل این اتفاق براشون افتاده. حالا از قبل این مسئله بوده، اومدن اینجا درگیر این مسئله شدن، ولی اینکه در اصل ما بگیم و این رو هم ذکر کنم، بله قطعا خانمای ایرانی خانمای زیبایی هستن، ولی اینکه اعراب امارات درگیر و دغدغه مثلا دخترای ایرانی باشن که خیلی در اصل این جمله رو بولد کردن براشون، نه این شکلی نیست. برخلاف اون چیزی که خیلی از افراد فکر میکنن و فکر میکنن که مثلا عرب مردای عرب امارات عاشق دخترای ایرانی هستن، برخلافش من این رو خیلی دقیق میدونم که مردای عرب امارات خیلی براشون خانوم های در اصل غربی، یعنی با تم موی بلوند، چشم آبی و پوست سفید، یعنی دقیقا اروپایی، حالا میتونه روس باشه، میتونه در اصل کشورهای اروپایی مثل اسکاندیناوی، سوئد، آلمان و امثال اینها باشه، براشون بسیار
براشون بسیار و به شدت جذاب هستش و من این رو به طبع از طریق چند تا از دوستام که دوستانم با افرادی که عرب امارات بودن و تو حوزه کاری های خاص کار میکردن، حالا تو بحث قوه قضاییه‌شون یا تو بحث در از امنیت پلیس امنیتی چیزی بودن، خیلی از این افرادی که ازشون سوال شده گفتن نه، عرب بیشتر سمت در از خانمای غربی و چشابی ها و موبلاند ها میرن و اونا بیشتر جذب اون افراد میشن، و خانمای ایرانی که حالا اومدن اینجا، شما اگر برید سمت منطقه دیره، بیشتر تو منطقه دیره یا کنار کلاب های مختلف یا دیسکو ها هستن اینا، بیشتر همین حالا یا مردای ایرانی خودمون حالا از سنای مسنتر یا جوون یا ملیت های دیگه، مردای ملیت های دیگه حالا مثل هندی و پاکستانی که حالا برای رفع این مورد بخوان اقدام کنم، بله این اتفاق ممکنه رخ بده، ولی اینکه اعراب دغدغه همچین چیزی رو داشته باشن نه، الزاما فقط ایرانی ها نیستن، این هم متاسفانه وجود داره در رابطهش. ولی و یه مورد دیگه هم اشاره کنم، در حال حاضر حالا چیزی که خودتونم فرمودین توی ترکیه این دغدغه وجود داره. ببینید قبلا ها شاید مثلا یه بحث در از وعده و وعیدی بوده، با یه وعده می بردن و یه اتفاق دیگری رخ می داده، ولی الان میشه این نیست. الان به خاطر اینکه این در از شغل یه شغلیه که بسیار پردرآمده در تمام جهان، بحث اسکورت بسیار پردرآمد هستش، متاسفانه خانم ها به این مسئله کشیده شدن، فقط ایرانی ها هم نیستن. خب بریم سراغ سوال بعدی. توی ترکیه هم تقریبا به این صورت داره میشه، ولی خب ترکیه هنوز اونقدر پذیرا نشده و اینقدر راحت باش کنار نیومده، ولی خب اونجا افراد مختلفی از قومیت ها نهاد نجات های مختلف دارن اونجا زندگی میکنن. چطوره این زندگی توی اونجا؟ واسه تون جالبه؟ چه چیزای جذابی داره؟ در ابتدا این تنوع نژادی مخصوصا توی کشور امارات و شهر دبی که من همیشه اون رو 72 ملت خطاب میکنم، چون از هر رسته و دسته ای وجود داره توی، شما از سیاه پوست و سفید پوست و زرد پوست و نمیدونم کره ای و ژاپنی و نمیدونم اروپایی و آمریکایی و همه چی، هندی و بنگلادشی، همه چی، یعنی از هر جای جهان یه تیکه از این نژاد رو برداشتن و آوردن تو امارات. خدمت شما عرض کنم پیدا میکنید. خب اوایل شاید این جذاب باشه، اوایل هم زندگی در کنار اونها، هم کار کردن در کنار اونها به طبع شاید جذاب باشه، برای خیلی ها جذاب باشه و در اصل بگن خب اوکی یه چیز جدید رو داریم تجربه میکنیم، ولی رفته به رفته که شما یه مقدار وارد زندگی اونا میشید، حالا یا اونا وارد زندگی شما میشن و این اختلاف فرهنگی، این اختلاف نژاد، اختلاف مذهبه و همه این داستان ها یه مقدار ممکنه آزاردهنده بشه و شاید شما خیلی نتونید با این مسئله کنار بیایم. به خاطر همین مسئله الان در حال حاضرم همینطوره، بعد از یه چند وقتی که میگذره نژادهای مشخص و قومیت‌های مشخصی که هستن میان شروع میکنن کلونی ساختن و درس با کلونی خودشونن. شما مثلا وقتی مراجعه کنید به همین نمونه، مثال خیلی خوبش همین خونه های شیرینگ هست، مثلا میبینید یه آپارتمان کلن دست مثلا فیلیپینی هست، یه آپارتمان کلن دست هندی هست، یه جاهایی کلن دست مثلا پاکستانی هست، یا مثلا همین نژادها، یا مثلا یه جاهایی هست که مثلا اروپایی ها هستن، حالا اروپایی ها چه غربی چه شرقی، یا آمریکایی ها یا روسا. خدمت شما عرض بکنم که بعد از یه مدتی میبینید که این کلونی دارن تشکیل میدن و اون به قولی زندگیه در کنار هم، یه موقعی اون اوائلش جذابه، بعد دیگه به خاطر اختلافایی که وجود داره، حالا اختلافای فرهنگی و همسال اینه که توضیح دادم، دیگه ترجیح میدن که با هم باشن، در کنار هم باشن در از اون نژادها و قومیت‌ها. توی ترکیه اگه یه شخصی خارجی باشه با ترک ازدواج کنه، چه دختر چه پسر، میتونه اقامت ترکیه و شهروندی ترکیه رو بعد 3 سال بگیره، یعنی بعد این ازدواج واقعی باشه. و توی امارات به چه صورته؟ اگه یه خارجی دختر یا پسر
با یه فرد اماراتی ازدواج بکنه شرطش به چه صورته؟ میتونه شهروندی اونجا رو بگیره، اقامت اونجا رو بگیره؟ چون حالا بیشتر بحث شهروندی و اقامته، اینم جا داره بپرسم که اگه کسی به مدت مثلا 50 سال، تو این 50 سال اخیر مثلا یا قبلتر، توی اونجا زندگی کرده باشه، سابقه داشته که بتونه شهروندی اون کشور بگیره یا نه همچین چیزی نبوده؟ شان جان سوال بسیار قشنگی و سوال جذابی پرسیدین، چون یکی از دغدغه‌های بحث اقامت گرفتن تو کل جهان بحث ازدواج هستش. ببینید توی کشورهای دیگه خب این آیتم رو داریم، حالا چه حالت مصلحتی چه حالت واقعی، افراد میان حالا یا با اون نیتیو مشخص ازدواج میکنن و اقامت میگیرن، یا با شخص خارجی، حالا میتونه ایرانی باشه که اونجا مقیم شده و اقامت دائمی داره و در اصل اونجا زندگی میکنه، شما ازدواج بکنی، شما نوعی ازدواج بکنی و اقامت بگیری، یا من در رابطه این رو در رابطه کشورهای دیگه دارم عرض میکنم. ولی خدمت شما عرض بکنم در رابطه امارات و نه فقط برای امارات، کشورهای عربی کلن به این سبک هستند، به خاطر اینکه کشور حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی یه سبک عشیره‌ای دارن خب، و این عشیره‌ای و قومیت یه مقدار این داستان رو محدود میکنه. ولی اگر بخوام توضیح دقیقی رو در رابطهش بدم، شما اگر یک آقای خارجی باشید، حالا ایرانی یا هر ملیت دیگه، اگر با یک خانوم عرب امارات ازدواج بکنید، عملا چیز خاصی رو به دست نمیارید، یعنی درس اقامت میگیرید، یعنی اون امارات آیدی کارت رو میگیرید و بر طبق ازدواجتون اون اقامته رو دریافت میکنید، ولی شهروند نمیشید، یعنی پاسپورت اماراتی مهم پاسپورته خب. ولی خب خیلی از جاها شما میتونید خیلی از کشورهای جهان برید و درس اقامت، حالا اقامت موقت رو، اقامت موقتش رو بگیرید، ولی حالا هم کار بکنید هم زندگی بکنید، ولی در اصل شهروند اونجا نشید. این مشکل رو شاید تو خیلی از کشورها این اتفاق بیفته و خیلی روتین باشه، ولی تو امارات برای آقایونی که با یک خانم اماراتی ازدواج میکنن این اتفاق متاسفانه نمیفته و شامل در بحث شهروند یا پاسپورت خوب امارات نمیشه. ولی برای خانم ها یه مقدار داستان متفاوت تر هستش. اگر یک مرد عرب امارات با یک زن مسلمان، حالا میخواد ایرانی باشه، حالا بحث خب این اختلاف شیعه و سنی هم وجود داره، ولی خب کلن چون مسلمان هستن این مسئله وجود داره، خدمت شما عرض بکنم، ازدواج بکنن، یا اگر مثلا یک خانمی باشن از یک ملیت و نژاد دیگر که اصلا یا دینی ندارن، یا اگر مثلا دینی دارن مثل دین مسیحیت یا هر چیز دیگه و به دین اسلام در اصل بیان دینشون رو عوض بکنن و مسلمونشن، میتونن با اون فرد اماراتی، اون مرد عرب امارات ازدواج بکنن، ولی دیگه برای اونا شامل همه چی میشه، در اصل اون خانوم به واسطه همسر عرب اماراتش پاسپورت اماراتی میگیره و شهروند امارات میشه و مزایای امارات درست بهره‌مند میشه. مورد بعدی که سوال خیلی ممکنه باشه، اینو خیلی شنیدیم که اگه زبان انگلیسی بلد باشیم توی امارات راحتیم و اونجا انگلیسی بلدن. آیا واقعا اینجوریه، به این صورته که زبان انگلیسی بلد باشید اوکیه، و اینکه چه سطح زبانی باشه، باید آیلتس داشته باشه، باید تافل داشته باشه، اینم بگیم، و زبان رسمی اون کشور چیه؟ میدونم عربیه، ولی خب شاید زبانهای دیگه مثل گویش‌های مختلفی که ما تو ایران داریم شاید همچین چیزی باشه. گفتم الان هم بپرسم کامل‌تر بگیم که دوستان مطلع باشن. خب شاهین جان، در رابطه بحث زبان که سوال فرمودین، ببینید امارات خب از اسمش مشخصه، امارات متحده عربی، خب پس زبان اون اصلی زبان عربی هستش که خود اعراب امارات صحبت میکنن، ولی خدمت شما عرض بشم که زبان دوم، زبان قطعا زبان انگلیسی هستش،
که حتی من یه جاهایی میگم به خاطر تجمع و مهاجرت خیلی زیاده در از مهاجرین از کشور مختلف به اینجا، در اصل اولویت اول زبان شده انگلیسی. یعنی حتی خود اعراب امارات هم انگلیسی هاشون خیلی قوی شده و یه جایی پیش میاد که خود اعراب هم دارن انگلیسی صحبت میکنن، ولی بین خودشون مکالمه بین خودشون عربی هستش. خب به تبع هر جا که تجمع مهاجرین توی یه جا خیلی گسترده بشه از یک نژاد خاص، پس اون زبان هم زبان بولد خواهد شد. منظورم اینه مثلا شما نگاه میکنید کسرت در از مهاجرین هندی، بنگلادشی یا پاکستانی خب خیلی زیاده. خب پس زبان هندی اونجا اولویت داره، یا زبان اردو مثلا اونجا اولویت داره. خدمت شما عرض کنم مردم افغانستان خب اونجا تجمع دارن، به طب گویش های افغانستان که زبان های مختلفی داره، یکیش هم همون فارسی هستش، به طب صحبت میشه. خدمت شما عرض شم خب فیلیپینی ها خیلی زیادن، پس به طب زبون فیلیپینی هم اونجا بولد هست. حتی میتونم مثال بزنم، حالا خیلی گسترده نه ولی وجود داره، شما یه موقعی این دستگاهی که احتمالا تو ترکیه هم وجود داره، این دستگاهی که خدمات حالا روزانه رو میدن، خدمات حالا اجتماعی شهری میدن، مثلا گرفتن شارژ موبایل، نمیدونم امثال این چیزها، یه دفعه میبینید شما مثلا به زبون انگلیسی هست، به زبون هندی هست، به زبون مختلفی هستش که شما میتونید اون زبون رو انتخاب کنید. پس نشون میده که این زبونها تو این مدت و تو این سالها خیلی خودشون رو نشون دادن، بولد شدن و جز زبونهای رسمی هم و جز حالا نه اولویت های اول، اولویت در از سوم و چهارم در از میشه حسابشون کرد، ولی اولویت اول عربیه و زبان دوم که زبان رسمی میشه زبان انگلیسی بین تمام مردم هست تو امارات. خب اینو ازتون بپرسم که آیا مردم اونجا، خود بومی های اونجا، منظورم اماراتیان، آدم های شادی هستن، خوش خلق و خو هستن یا نه؟ چطور زندگی داره واسه شون میگذره؟ وقتی شما تو کشوری زندگی بکنید که رفاه اجتماعی در سطح بسیار بالایی باشه، نمیدونم افراد نه دغدغه پول دارن، اماراتی ها رو دارم عرض میکنم، عرب امارات، نه دغدغه پول دارن، نه نگران بحث تحصیلن چون تحصیل براشون رایگانه، نه نگران بحث درمانن چون درمان رایگانه، اگر بخوان مثلا خونه ای بگیرن زمین بهشون داده میشه، اگر بخوان کاری انجام بدن دولت کاملا سپورت میکنه، درآمدها براشون بسیار بالاست. نمیدونم شما اگر شما این شکلی در نظر بگیرید که دولت امارات به هر بهانه‌ای میخواد به اعراب امارات یه آپشنی بده، اصلا برای مثال عرض میکنم، شما وقتی میخواید تشریف بیارید کشور امارات و باید ویزا بگیرید، حالا به عنوان توریست حتما باید یه عرب امارات، حالا میتونه یه فرد کهنسالی باشه که آنچنان تحصیلات خاصی هم نداره، تا یه کسی که مثلا تو های لول ترین حالت باشه کفیل شما میشه که بهتون درس این اجازه رو بدن، این ویزا رو بدن که بتونید تشریف بیارید اینجا. پس میخوام بگم اینها، این عزیزان دغدغه بحث پول، دغدغه بحث خونه و زندگی و درمان و تحصیل و اینا رو ندارن. وقتی تو هر جامعه‌ای، تو هر کشوری شما این دغدغه ها رو نداشته باشید، خب معلومه شادید، معلومه که چون به لحظه میخواید برید سفر، بهترین ایرلاین رو دارن و میتونید سوار هواپیمای امارات بشین و امثال اینها و سفر کنید به تمام جهان، بهترین جزء بهترین پاسپورت های جهان رو دارن، پول قوی دارن، پول درهم امارات جزء پولای قوی هستش. خب دیگه اینا عربای امارات چی میخوان؟ قطعا شاد هستن. و اگه شما تو پاساژ ها برید، مثلا دبی مال یا مثلا مول امارات و امثال اینها، همیشه میبینید که این عربای امارات با اون لباس دشتاشه مخصوص سفید، با اون کلاه و اون دم و دستگاهی که دارن، همیشه در حال راه رفتن و یا در حال غذا خوردن تو رستوران های خیلی خوب هستن، یعنی فقط در حال تفریح و خرید گوشی های مدرن و جدیدترین گوشی های اپل یا مثلا کامپیوتر اپل یا برنده دیگه، یعنی میخوام بگم مثلا این افراد دغدغه ندارن، این شیء بگم بهتره، اعراب امارات دغدغه ندارن. وقتی شما دغدغه فکری نشته باشید که چون دولت این رو براشون حل کرده، خب بس به تب شادم هستید.
خب خیلی ممنون که در کنار ما بودید آقا پدرام عزیز. امیدوارم بازم ویدیوهای دیگه با هم ضبط بکنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم و امیدوارم دوستان از این ویدیوها راضی باشن و این سبک ویدیو رو دوست داشته باشن. یه ذره سعی کنم پامو فراتر از ترکیه بذارم و با کشورهای دیگه که دوستان خیلی علاقه مندن برن اونجا و بالاخره ترکیه هم که الان ما داریم زندگی میکنیم خیلی شرکت ها سمت بیزینسشون بردن به سمت امارات و دبی و قطر و یونان و کشور دیگه. خواستم خب اطلاعات بدم که توی این کشورها به عنوان شخصی که مثلا اونجا زندگی میکنید به چه صورته که مطلع باشم. ممنونم ازتون که همراهمون بودید و توی این ویدیو واقعا کمکمون کردید. آقا پدرام حرفی سخن چیزی دارید واسه اتمام ویدیو؟ در آخر هم من از شایان عزیز صمیمانه ممنون هستم بابت اینکه من رو دعوت کردن، افتخار دادن به بنده و سعادتی بود که بتونم خدمت ایشون باشم و به سوالات هر چقدر حالا اگر ناقص بود عذرخواهی میکنم از این بابت. سعی کردم که به بهترین نحو پاسخ سوالات رو بدم که کمک حالی باشه برای عزیزان برای تصمیم گیری درستر. خدمت شما عرض بشم که خود من هم کانال یوتیوب دارم، اسم کانالم پدیتریپ هستش، حالا شاهین عزیز هم میتونن پایین ویدیوشون بذارن یا لینک مستقیم کانال من رو میتونن توی دیسکریپشن قرار بدن. اگر علاقه به بحث جهانگردی و در اصل بحث بیزینس دارید، هم جهانگردی و هم بیزینس، اینکه توی کشورهای دیگه چه خبر هست، تو بازارهای کشورهای دیگه و حتی سفرهای جهانگردی به چه صورت انجام میشه، اطلاعاتی که نیاز هستش و اطلاعاتی که در رابطه بیزینس، خرید کالا، حالا از کالاهای مختلف از گوشی موبایل بگیرید تا اجناس مختلف توی کانال من هستش، خوشحال میشم که به کانال من سر بزنید. من در خدمتتون هستم. امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی رو داشته باشید. ممنون از همه شما عزیزان که وقت گذاشتید، نگاه کردید ویدیو رو. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون که دوستان تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم این سبک ویدیو رو واقعا دوست داشته باشید. برای تولید ویدیوهای این چنینی خیلی بیشتر به کشورهای مختلف لطفاً به انگیزه بدید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو واسه دوستانی که میخوان به امارات میخوام مهاجرت کنن واسه شون بفرستید که حداقل یه دید نسبی نسبت به این قضیه داشته باشن، بدونن کجا میخوام برن و چه شرایطی داره. حالا بازم درباره امارات ویدیو تولید میکنیم، درباره دبی ویدیو تولید میکنیم. انشالله اگه قسمت شد میرم از نزدیم از اونجا ویدیو ضبط میکنم و در اختیار شما میذارم. ممنون، تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.